با درود به بینندگان برنامه منگاوراهول. در این برنامه به یکی دو تا سه تا مسئله میپردازیم. این مسائل نشان میدهند که خیلی چیزها رو دروغ گفتن، به ما دروغ گفتن، در واقع همچین چیزایی نیست. شما با یه خورده فکر کردن میتونید به این مسائل برسید. هیچ احتیاجی نیست تحقیق کنید، جستجو کنید، نمیدونم اینور و اونور برید. با یه خورده فکر کردن خودتون به این مسائل میرسید و اگر هم خواستید تحقیق کنید میتونید تحقیق کنید. خب یکی از این مسائل اینه که یکی از دوستان کامنت گذاشته درباره کوه آتش فشان، از اینجور چیزا. باید بگویم که اصلا چیزی به نام کوه آتش فشان وجود ندارد. اینها از همان دروغ‌های علمی هستند، از همان دروغ‌هایی که میرن کره ماه و نمیدونم ماشین میفرستن برای کره مریخ و از اینجور چیزا، شامپاین جشن میگیرن، شامپاین باز میکنن، شامپاین میخورن، کاره ماشین فرستادن با موفقیت رفته کره مریخ، از اونجا هم داره عکس میگیره. همه اینا دروغه، هیچ کدوم از اینا نیستن. آپولو فرستادن کره ماه و از اینجور، هیچ کدوم از اینا وجود نداره. اینا دروغای علمی هستن و یکی از این دروغای علمی همین کوه آتش فشانه. و میگن که کوه آتش فشان یعنی چی؟ یعنی آتش مواد مذاب زیر زمین وجود داره میزنه بیرون. چطور میکنه؟ مواد مذاب زیر زمین چکار میکنه؟ وقتی که میگن مواد مذاب، یا به قول انگلیسی میگن لاوا، لاوا خب مواد مذاب هستن، ولی این مواد مذاب چی هستن؟ این مواد مذاب بایستی فلز باشن. به جز فلز دیگه چیزی دیگه که نیست. خاک که نمیتونه گداخته بشه، ذوب بشه. یه چند سال پیش، الان دقیق یادم نیست، در این سالهای 2012 بود، گفتم که آره یکی از این جزایر هوایی به نام پاهوا مواد مذاب از زمین یا لاوا از زمین زده بیرون اومده رفته. بعدش در سال 2018 گفتن یکی دیگه از این جزایر هوایی به نام پو مواد مذاب زده بیرون، همینطوری رفته تو شهر، رفته داخل شهر 25 کیلومتر همینطوری رفته. نخستین نکته ساده ای که نشان میدهد که اینا دروغ گفتن این است: هر خانه آتش بگیره تو همون امریکا، حالا جاهای دیگر صحبتش رو نمی کنیم، در امریکا یک خانه آتش بگیره دو سه تا ماشین آتش نشانی میره، یکی دو تا آمبولانس میره، پلیس میره، احتمالا یکی دو خیابان منتهی به اون خانه رو میبندن که کسی رفت و آمد نکنه، و بعضی اوقات هم حتی هلیکوپتر هم میره. یه خانه آتش گرفته، ولی تو این جزیره پوغو مواد آتش فشان میزنه بیرون 25 کیلومتر همینطوره میره. هیچ خبری نیست، نه پلیسی، نه آتش فشانی، نه مردم هم بی خیال خونه نشستن بذار بیاد. خب این معلومه که از خودشون داستان درست کردن، فیلم درست کردن. وقتی که فیلم درست میکنن، تو حالا نمیدونم این فیلم های جیمز باند قدیمی رو دیدی؟ از اینجور چیزا خیلی نشان میداد تو فیلم های جیمز باند. و اینا همین از این فیلم فیلم درست میکنن. یه زمانی بهش میگفتن مونتاژ، الان بهش میگن انیمیشن و از اینجور چیزا، یا عکس که میگیرن فتوشاپ. فتوشاپ و انیمیشن و اینجور چیزا میگیرن. اینا انیمیشنه یا مونتاژه، با فیلم اینا رو درست میکنن. اگر همچی چیزی اصلا امکان پذیر نیست که مواد مذاب از زیر زمین بزنه بیرون. یه زمانی به ما میگفتن، حالا نمیدونم هستش هنوز یا نه، میگفتن که آره این آب چشمه ها به خاطر اینه که آب در زیر زمین در جاهایی به نام سفره آب یا سفره زیرزمینی جمع میشن بعد میان بیرون. این هم از این دروغ است.
سفره آب زیر زمین چکار میکنه؟ سفره کجا بود؟ ولی خب به نام علم به دانش آموزان میگوین، دانش آموزان هم باور میکنن، در حالی که اصلا سفره زیرزمینی اصلا وجود ندارد، مثل همین مواد مضر آتش فشان و این چیزا اصلا امکان پذیر نیست. شما اگر یه چشمه رو بکنید که ببینید این به کجا میره، خب وقتی که یه چشمه رو از اون جایی که آب میاد بیرون، آب جاری میشه، وقتی که اینو میکنید، خب یه چیز خیلی 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 روشنه، باعثی به این سفره زیرزمینی برسید. اگه سفره زیرزمینی وجود داشته باشه، ولی نمیرسید. شما اگه یه چشمه رو بکنید، مثل از اون جایی که آب میاد، از اون مجرایی که آب داره میاد، هرچی پیشتر جلو میری میبینید آب کم میشه، آب کم میشه تا به یک جایی میرسه از این دیوارهای کانال دیگه آب کم میشه، از این دیوارهای کانال آب تراوش میکنن، بعد این آبهایی که تراوش میکنن داخل زمین هم دیگر رو میگیرن و از یه جا میزنن بیرون میشه چشمه. و اصلا سفره زیرزمینی اصلا وجود نداره. مزخرفات علمی، تخیلات علمی، خرافات علمی. و وقتی که اینا رو به دانش آموزان میگه، خب دانش آموزان با این تصور بزرگ میشه و هیچ وقتم فکر نمیکنه، چون دیگه در مغزش جا افتاده و هیچ وقتم روش فکر نمیکنه که آخه سفره زیر زمین چیکار میکنه، سفره آب. و به اینم نمیرسه که اگه سفره آب وجود داشته باشه، خب اون مجرای چشمه رو میکنن به سفره آب میرسن، چیز خیلی ساده. بعد از سفره زیرزمینی آب لوله کشی میکنن میان بیرون دیگه، چرا چشمه؟ مثل چاه، شما وقتی که یک چاه آب رو میخوایی بزنید، بعد از یکی دو سه متر میرید پایین، میبینید یواش یواش آب از دیواره یک چاه تراوش میکنه میزنه بیرون. یه دو سه متر، یکی دو متر سه متر هرچه بیشتر میکنید، این آب بیشتر میزنه بیرون. بعد از اینکه چاه رو حالا 7 متر 8 متر 10 متر هرچه کندید، این آب از جداره زمین میزنه بیرون، ته چاه جمع میشه. بعد با دلو سطل یا هر یا پمپ، امروزه با پمپ چیز میکنن، آب داخل چاه رو میکشن بالا. اصلا سفره وجود نداره. احتمال داره شما یه چاه آب بزنید به آب برسید. احتمال داره مثلا یک کیلومتر اون ورتر یه چاه بزنید به آب نرسید، چون اون جایی که آب هست اونجا زمین خاکش نرمه، زمین آب باران رو به خودش جذب کرده، برف که آب شده، آب برف رو به خودش جذب کرده و در داخل خودش نگه نداشته و جایی برای بیرون رفتن نبوده که این آب بزنه بیرون، در نتیجه چاه میکنید به آب میرسید. هر چشمه ای هم هرچه زمین آب رو جذب کنه، همشون که چشمه نمیشن. در بعضی جاها این آب که جذب شده تراوش میکنن یواش یواش، این تراوش ها به همدیگر میرسن، بعد از یه جا میزنن بیرون، ولی در خیلی جاها نمیزنن بیرون، راه پیدا نمی کنن، در نتیجه داخل زمین میمونن. پس بنابراین این چشمه ها، آب چاه و آب چشمه ها در واقع آب بارانه که باران میباره، زمین اینو جذب کنه یا برفا آب میشن، زمین اینو جذب میکنن، بعد در داخل زمین این آب ها به صورت مثلا جویبار و این چیزا نیست، تراوش میکنن، این تراوش های آشهاش به هم دیگه میرسن، بزرگ میشن، یه راه هایی پیدا میکنن، بعد همشون در یک جا یک راهی پیدا میشه، از این راه میزنه بیرون. بنابراین چیزی به نام سفره وجود نداره و چیزی هم به نام آتش فشان وجود نداره. اگه آتش فشان وجود میداشت، خب اینا علم دیگه، مردم میکندن به قول خودشون این ساینتست ها میکندن به اون منبع اصلی میرسیدن، ولی همچی چیزی وجود ندارد. همچنان که گفتم اینها انیمیشن هم،
من در اینجا یه چند تا عکس نشان میدم از این به اصطلاح جزیره هوایی، جزایر هوایی. ببینید خیلی مسخره است. از این جزیره ببینید مثل رودخانه مواد مذاب اومده بیرون، هیچ کس هم عین خیالش نیست، همینطوری داره میره. یکی از دلایلی که نشان میده این دروغ محض و اصلا همچی چیزی اصلا امکان پذیر نیست اینه که مواد مذاب یعنی چی؟ یعنی فلز داره میزنه بیرون، فلز مذاب، فلز گداخته میزنه بیرون. شما هر فلزی رو به حالت مذاب در بیارید، اونو گداخته کنید، به حالت مذاب در بیارید، تا هنگامی که حرارت بهش مستقیما میخوره این حالت سیال داره، حالت روان داره. همین که حرارت رو ازش برداشتید این منجمد میشه، فلزه. حالا نمیدونم این حلبی سازا رو دیدید، در قدیم بودن، حالا من نمیدونم، حلبی سازایی بودن از قل استفاده میکردن و سطل درست میکردن، این درزای سطل رو با قل جوش میزدن. و یا این یه زمانی رادیو سازی بود، اونا هم همینطور از قل استفاده میکردن و این سیم ها رو به هم چیز میکردن. تا مادامی که حرارت به این قل میخورد، حالا به صورت سیم این قل رو درست میکردن یا به هر صورت دیگه، این قل ذوب میشد. همین که حرارت رو ازش برمیداشتن قل منجمد میشد. چرا؟ چون فلز ذوب میشه. درخت رو نمیدونم اینجور چیزا که ذوب نمیشن، این هم همینطور. وقتی که یه همچی چیزی رو نشان میدن یعنی اینکه اینا این فلز ذوب شده داره میاد، ولی همینطوری میره، اصلا سرد نمیشه، منجمد نمیشه، همینطوری میره برای خودش. خب این معلومه، این فوتوشاپ، مونتاژ، انیمیشن. و یا اینکه مثلا در اینجا ببینید مواد مذاب همینطوری داره میره تو این جنگل، به قول خودشون جزیره پو، همینطوری میره. ببینید اینجا درخت ها هست، این رودخانه مذاب از داخل این درخت ها و از میان این درخت ها گذاشته، ولی درخت ها سر جاشه. خب یه همچین چیزی، یه رودخانه مذابی، اصلا درخت که هیچی، به هر چیزی که برسه ذوبش میکنه، مثلا درخت باقی نمیذاره، همه میسوزن میافتن، و اینجا درخت هست تو اون رودخانه مذاب سر جاشون همینطور برقرار موندن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فوتوشاپه. اون کسی که این فوتوشاپو کرده احمق بوده، فکرش به این نرسیده که آقا چطور میشه که رودخانه مذاب از این چوب بگذره ولی اینو نسوزونه. و یا اینکه در اینجا اصلا معلومه فوتوشاپه، مواد مذاب همینطوری با خیال راحت مثل ماشین اومده وارد جاده شده، داره همینطوری میره، یارو هم همینطوری بی خیال وایساده، اصلا هیچ کس نیست جلوش وای میسن، در یکی دو متری حتی ازش هم چیز بر میدارن، مثلا آتش بر میدارن. فوتوشاپ، انیمیشن، همچی چیزی از هم امکان پذیر نیست. اینا رو درست میکنن. شما اگه این پروگرام انیمیشن رو داشته باشید میتونید اینا رو درست کنید. خیلی ساده است با اون پروگرام درست کردن. حتی میتونید تو اتاق خودتون دارید خود از خودتون فیلم برداری کنید، دارید مطالعه میکنید یا پشت کامپیوتر نشستید، بعد کف اتاق رو بکنید مواد مذاب. مواد مذاب در جریانه، انیمیشن. ولی خب همچنان که گفتم بهترین دلیل برای این است که مواد مذاب یعنی فلز گداخته شده. فلز هم تا هنگامی که آتش مستقیم بهش میرسه ذوب میشه، همین که آتش رو ازش برمیداری فوری منجمد میشه. این یکی از دروغاشون. حالا میگن اینا تو جزایر پاهو و پوهو از اینجور چیزا تو جزایر هوایی این اتفاقات افتاده. اگه شما امکان دارید برید ببینید اصلا همچین
اثری از آتش فشان میبینید؟ همین جاهایی که اینا دارن میگن اصلا نیست. یه چیزی درست کردن مثل پفک سیب زمینی سوخته و اینا با انیمیشن خیلی راحت میشه اینا رو درست کرد. پس بنابراین نه سفره آب وجود داره زیر زمین، نه نمیدونم مواد مذاب وجود داره، همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. همچنان که گفتم اگه سفره زیرزمینی وجود نداشت، خب اینا میرفتن میکندن به سفره زیرزمینی میرسیدن، از اونجا لوله میکشیدن یا منبع اینو پیدا میکردن، زمینو میکندن به منبع این میرسیدن و از مثلا آتش فشان این جلوگیری میکردن، اصلا ازش استفاده میکردن چون اینا فلزه. ولی دروغ میگن، همچین چیزایی اصلا وجود نداره. ولی متاسفانه خب اینا شدن دانش، تخیلات شده دانش، همچنان که تخیلات شده مذهب، تخیلات هم شده دانش. و همچنین این یکی از دوستان کامل گذاشته گفته که اگر زمین مثلا کرهی شکله یا استوانه این شکله، چرا این آبها نمیریزن؟ جواب این سوال خیلی خیلی ساده است، به خاطر اینکه این دوست ما زمینو خیلی 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 کوچک در ذهن خودش مجسم کرده. وقتی که شما زمینو در ذهن خودتون خیلی کوچک مجسم کنید، خب معلومه براتون این سوال پیش میاد که چطوری آب از اینجا نمیریزه. مثلا زمینو به اندازه این در ذهن خودش مصور تصور کرده، مجسم کرده. خب برای من خیلی وقتی که شما زمین رو اینطوری تصور کنید، خب این سوال براتون پیش میاد، خب آب از اینجا چطوری نمیریزه پایین؟ در حالی که این تصور اشتباه است. زمین خیلی بزرگه. شما وقتی که اینو در ذهن خودتون تصور میکنید، خب آب بریزی رو این میرزه پایین، میرزه رو زمین، چون اینو بالای فضای اتاق خودتون یا هر جا که هستی اینو دارید آزمایش میکنید. ولی خود زمین که اینطوری نیست. زمین خیلی بزرگه و هر چیزی که از هوا سنگین تر باشه روی زمین میافته و از زمین جدا نمیشه. اما مهمترین مسئله در اینجا این است که وقتی که شما زمین رو به این اندازه در ذهن خودتون مجسم کنید، خب معلومه از اینجا وای خودتون رو اینجا در نظر میگیرید، خب چرا نمیافتید پایین؟ ولی زمین خیلی بزرگه. شما در هر کجای این زمین، در هر نقطه این زمین که قرار میگیرید، حالا فرض کنیم که زمین این شکلیه، در حالی که این شکلی نیست، ولی به هر حال شما در هر نقطه از این زمین خودتون رو قرار بدید، مثلا فرض کنید در اینجا قرار میدید، خب میگن پیرامون زمین نزدیک 20,000 کیلومتر. وقتی که شما در اینجا قرار میگیرید، چهار اطرافتون به شعاع خودتون هر جا برید به یک نسبت زمین رو میبینید. بخواید اینجا هستید، بخواید اینطوری دور بزنید 20,000 کیلومتر و ایسی برید تا دوباره به این نقطه میرسید، چون دور میزنید. از این طرف برید بازم همینطور، از اینجا اینطوری برید بازم همینطور. در هر نقطه ای که از این زمین قرار بگیرید، این تنگ قرار بگیرید بازم همینطور. مسافت یکیه. در نتیجه در هر نقطه که قرار بگیرید مسافت یکی باشه، شما اصلا نمیتونید از زمین خارج بشید، امکان نداره. اینجا هستید، فرض کنید میگن قطر زمین میگن مثلا 14,000 کیلومتر، اینجا هستید 7,000 کیلومتر میرید
از اینجا تا اینجا 7000، از اینجا هم تا اینجا 7000. میرید به این نقطه میرسید. بازم همینطور 7000 کیلومتر. در نتیجه هیچ وقت نمیتونید از زمین خارج بشه. یعنی هیچ کس نمیتونه از زمین خارج بشه. و هواپیما هم همینطور. وقتی که هواپیما از زمین بلند میشه، خب چقدر از زمین بلند میشه؟ این خیلی مهمه. حالا نمیدونم، میگن 20000 کیلومتر این چیزا، اینا همش دروغه. امکان پذیر نیست که یک هواپیما 20000 کیلومتر 30000 کیلومتر از زمین بلند میشه. یک مسافت معینی از زمین میتونه بلند میشه. چرا اون مسافت معین میتونه از زمین بلند میشه؟ به خاطر اینکه موتور هواپیما اون وزن اون هواپیما رو از اون بالاتر بیشتر نمیتونه ببره. مثلا فرض کن 3000 پا یا مثلا 2 کیلومتر از زمین فاصله میگیره. از اون 2 کیلومتر بیشتر نمیتونه از زمین فاصله بگیره. خب 2 کیلومتر وقتی که بلند میشه، بازم مثل همون اینجا که هست 7000 کیلومتر این ور رو میبینه، 7000 کیلومتر اون ور رو میبینه، 7000 کیلومتر این ور رو میبینه، 7000 کیلومتر این ور. به هر طرفی که نگاه کنه 7000 کیلومتر میبینه. در نتیجه نمیتونه از زمین خارج بشه. اینجا هم که قرار بگیره همینطور، اینجا هم که قرار بگیره همینطور. پس بنابراین یک هواپیما امکان نداره از زمین بتونه خارج بشه، چون نمیتونه از زمین زیاد فاصله بگیره. حالا من در اینجا یه چیزی رو نشان میدم. شما ماشین رو که همه دیدن، همه هم سوار شدن. خب ماشین وقتی که از یک سرا بالای داره میره، موتورش داغ میکنه. اگه سرابالایی طولانی باشه، موتور داغ میکنه و احتمال اینکه موتور بسوزه، یا به قول مکانیکای ایران الان نمیدونم، میگفتن گیرپاش کرده، گیرپاش میکنه موتور، گیرپاش میکنه موتور، میسوزه اصلا. چون اون موتور یک توانایی داره، فلزه، یک توانایی داره، وزن ماشین رو تا یک حدی میتونه از یک سرابالایی بالا ببره، از اون حد بیشتر نمیتونه، میسوزه. فرض کنید یک ماشین از اینجا با این زاویه حرکت میکنه، میره یک مقدار از اینو میتونه بره، همشو که نمیتونه بره، حالا هرچی طولانی تر باشه کاری بون ندارم، ولی یک مقدار میتونه بره، از اون بیشتر نمیتونه بره، موتور میسوزه. هواپیما هم همینطور، با یک درجه میره بالا. حالا فرق هواپیما با ماشین در اینه که هواپیما بر اساس آزمایش هایی که انجام میدن این زاویه ها رو تعیین میکنن و دستگاه هایی درست میکنن. از این آمپروما بند و بساط در داخل هواپیما میذارن، بر اساس اون آزمایش هایی که کردن دیگه هواپیما، اون خلبان میدونه که چقدر از زمین ارتفاع گرفته. وقتی که به اون حد آخر، یعنی حد معقول که رسید، دیگه از اون به بعد خلبان هواپیما هواپیما رو بیشتر بالا نمیبره، به صورت زاویه افقی میبره، چون اصلا نمیتونه، بهش اجازه نمیدن. با خود خلبانم این کار رو نمی کنه، چون احتمال این که موتور هواپیما بسوزه هست و هواپیما از اون بالا سقوط میکنه. یه چیزایی درست کردن، آلتیمتر بهش میگن، داخل هواپیما میذارن، بر اساس تجربیات، بر اساس آزمایشایی که میکنن نسبت به بزرگی هواپیما، نسبت به سنگینی هواپیما، نسبت به حجم هواپیما، نسبت به قدرت موتوری که براش میذارن، اینا رو داخل چیز میذارن، آزمایش میکنن، اینا رو داخلش میذارن. بعد وقتی که هواپیما داره اوج میگیره، این عقربه ها تکان میخورن، خلبان میفهمه که مثلا 1000 پا فاصله گرفته از زمین، 2000 پا فاصله گرفته از زمین، از روی این عقربه ها.
و بهش میگن اون هواپیمایی که سوار شده نبایستی از 2000 پا بیشتر بره. خلبان وقتی که به 2000 پا میرسه، مثلا اینجا 3000 پا نشان داده، از اون بیشتر دیگه پرواز نمیکنه. چون دیوانی که نیست نمیخواد خودکشی کنه. هواپیما از اون بیشتر از اون 2000 پا بالاتر بره، احتمال خیلی 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 زیاد هست که موتور هواپیما بسوزه. چون موتور هواپیما قدرت اونو نداره که وزن هواپیما رو از اون درجه، از اون ارتفاع بیشتر ببره بالا. پس بنابراین هواپیما امکان نداره بتونه از جو زمین خارج بشه. همیشه بایستی اون فاصله رو با زمین حفظ کنه. خب ما در اینجا گفتیم که زمین یه استوان است. حالا فرض کنیم اینطوریه، هواپیما 2000 پا از اینجا از زمین فاصله میگیره، پرواز میکنه، به اینجا میرسه. اگه بخواد به اینجا میرسه، تمام این مسافت 2000 پا از زمین فاصله داره. حالا شاید در بعضی جاها کمش بکنه، ولی زیادش امکان نداره ارتفاعش رو زیاد بکنه، چون معلوم نیست چی پیش میاد. مثل ماشین نیست، ماشین اگه موتورش بالای جاده بسوزه، خب یه جا وای میسه یا کمکی میاد، ولی هواپیما موتورش بسوزه که از همون بالا سقوط میکنه، میفته پایین، همه میمیره. در نتیجه کوچکترین ریسکی رو انجام نمیدن، حتی از اون حدی که بایستی پرواز کنه، مثلا تا 2000 پا میتونه ارتفاع بگیره، حتی از اونم کمتر چیز میکنن، به اون حد آخر نمیرسن. به خاطر اینکه مبادا موتور هواپیما داغ کنه، موتور بسوزه و بیفته پایین. حالا موتور هواپیما البته فرق میکنه، مثل موتور ماشین نیست، اونا یه سیستمش کلا فرق میکنه، ولی به هر حال داغ میکنه، میسوزه. احتمال اینکه بسوزه هست، و بسوزه دیگه ملخای هواپیما، پروانه هواپیما از کار میفته و هواپیما از اون بالا میفته پایین و همه میمیره. پس بنابراین یکی از مشکلاتی که این دوست ما احتمالا خیلی باش روبرو هستن اینه که زمین رو در ذهن خودشون خیلی خیلی کوچک در نظر میگیرن، و چون زمین رو خیلی کوچک در نظر میگیرن، در نتیجه این سوال براشون پیش میاد که چطور میشه این آبها نریزن پایین. و هنگامی که ما اینجا هستیم، این پایین هستیم، چرا خودمونو مثلا سر و ته نمیبینیم؟ خب زمین خیلی بزرگه. هر جای این زمین، چه اینجا قرار بگیری، این بالا، چه این پایین قرار بگیری، زمین زیر پاست، آسمان بالای سر، هیچ فرقی نمیکنه. و اصلا کوچکترین احساسی نمیکنی که در اینجا قرار گرفتی، اصلا نمیدونی و یا در اینجا قرار گرفتی. و اما یک مطلب دیگه که چرا این آبها نمیریزن پایین. خب در برنامه پیش درباره آب اقیانوس صحبت کردیم، که گفتن منحنی شکله، و چون زمین کروی شکله، همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. آب تمام دریاها، اقیانوسها، دریاچه‌ها همش مسطحه، و این آبها در گودی قرار دارن، مثل استخر. شما یه استخر رو میکنید، درست میکنید، پر آبش میکنید. کف استخر رو میتونید فراز و نشیب بدید، یه جای یه متر بیارید برای، یه جای دو متر ببرید پایین، یه جای نیم متر بیارید پایین. کف استخر رو هر جوری دوست دارید، مثل آکواریوم، هر جوری دوست دارید کف استخر رو درست کنید. ولی وقتی که آب میریزید تو استخر، سطح آب مسطحه، کمانی نیست. حتی شما میتونید کف استخر رو به صورت یک نیم دایره درست کنید، ولی وقتی که آب میریزید، سطح آب یکسانه، یک نواخته، کافیه، مسطحه، کمانی نیست.
بالا و پایین نداره. آب دریاها هم همینطور. آب دریاها درست مثل این استخر در گودی قرار دارن. البته یکی از دوستان پیش از این که من این برنامه رو درست کنم میتونید کامنت ها رو بخونید بهش اشاره کرده، به این استخر این چیزها اشاره کرده. چرا این دوستان ها به این اشاره کرده؟ چون مسئله خیلی ساده است. یه خورده روش فکر کرده به این نتیجه رسیده که آب دریاها احتمالا مثل استخره و همینطوری هم هست، مثل استخره. دوروبرش حالا ساحل استخره است، نمیدونم هرچی هست، کلن دوروبرش از سطح آب از بالاتره. در نتیجه آب دریاها و دریاچه ها و اقیانوس ها مثل یک استخره. و نمیرزن پایین. اون دریای مثلا اینجا هست، شما همچنان که گفتم شما اینجا قرار بگیرید، بعضا مثل اینه که اینجا قرار بگیرید، هیچ فرق نمی کنه. اینجا که قرار بگیرید زمین خیلی بزرگه، اصلا احساس نمی کنید که سر و ته وایسادید. آب هم همینطور. خب آب در اینجا ها در اون گودی ها قرار داره، خب جای دیگه هم نمیرزه، چون آب از هوا سنگین تره، در نتیجه همون تو استخر باقی میمونه یا همون تو گودی باقی میمونه. این هم یکی از مسائل خیلی خیلی ساده. میبینید مسائل خیلی ساده هستن، ولی اومدن اینا رو پیچاندن، اینا رو بهش پیچ و تاب دادن با کلمات کولومبوس رو با ناشنا و ناشناخته و اینجور چیزا. خب یارو هم اینا رو میخونه اصلا فکر میکنه که راستی راستی این علمه، در حالی که این علم نیست. کجای این علمه؟ اصلا خرافات، دروغه، سفره زیرزمینی. اصلا تعلیف سفره زیرزمینی دیدن؟ ندیدن. پس چرا علمه؟ چیزی رو که تعلیف ندیدن. حالا بگیم مواد مذاب بخاطر این که آتش و این چیزا خطرناکه، ولی سفره زیرزمینی که خطرناک نیست. چرا یه سفره زیرزمینی رو پیدا نکردن؟ چون دروغ میدن. شما در این برنامه ها کاملا متوجه شده اید که مسائل خیلی، همین مسائل علمی خیلی ساده. تنها چیزی که از من روی اینا نشستم سالها فکر کردم، این بر اون بر خیلی چیزا رو مشاهده کردم، دیدم، رفتم دنبالش. شما نرفتید دنبالش. شما اگه برید دنبالش چون خیلی ساده است بهش میرسید. پس این در مورد آب دریا و نمیدونم سفره زیرزمینی و آتش فشان و این چیزا که اصلا وجود نداره. آب دریا هم همچنان که گفتیم در داخل گودی قرار گرفته. حالا من اینو اینجا اصلا این توپو کندم، یک قسمت رو کندم. ببینید کمانیه، ولی وقتی که آب میریزید اینجا، حالا اگه اینطوری ورش میدارم چون این کوچکه باعث آشفتگی میشه، این طوری هم باشه هیچ فرق نمی کنه. آب داخل این مسطح و میسه، این طوری هم باشه آب داخلش مسطحه، در حالی که ساحل، در حالی که اینجاهش کمانیه، ولی وقتی که آب میریزی مسطح و میسه، امکان نداره کمانی وایسه. پس بنابراین آب دریا منحنی نیست، آب اقیانوس منحنی نیست، آب دریاچه ها منحنی نیستن، مسطحن. من در اینجا این برنامه رو پایان میرسنم. در برنامه آینده که شاید بعد از این برنامه بتونم اگه وقت داشته باشم سعی میکنم که یه برنامه دیگه درست کنم، درباره این مسئله خیلی مهم صحبت خواهیم کرد که چرا در این کشورهای خود به شمال زمستان ها
هوا بیشتر تاریکه و تابستان ها هوا بیشتر روشنه. چه دلیلی داره؟ چه چیزی باعث این مسئله میشه؟ وقتی که به این خواهیم پرداخت، به این موضوع خواهیم پرداخت، شما خواهید دید که این مسئله خیلی 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 ساده است و شما هر روز این را دارید میبینید. من در اینجا این برنامه را به پایان میرسانم. تا برنامه آینده شادزی شادکام باشید.